درس 71 از کتاب اول تار ستار هنرستان. در درس 71 با اصطلاح تریل و تکنیک تریل در موسیقی آشنا میشید. منظور از تریل اشاره یک نوتی به نوت فاصله دوم خودش هست و تکرار متناوب این دوتا نوت. یعنی بر فرض مثال من یک دو دارم، فاصله دومش میشه ری و هم به صورت متناوب میزنم دوره 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 دوره. تریل در واقع اگر بالای یک نوتی مثل یک نوت سیاه قرار بگیره، نوت سیاه رو ما به اون حدی که توانایی داریم خورد میکنیم و به همین صورتی که گفتم روی دوتا نوت به صورت متناوب اجرا میکنیم. مثلا نوت سیاه ما دو هست و اگر تریل بالاش بیاد بعد بنوازیم دوره 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 الاخر. سرعت تریل همون سرعتی است که ترمولو و ریز داره. ترمولوها انواع مختلفی داشتن ولی تریل انواع مختلف نداره و فقط به یک صورت غیر قابل شمارشی اجرا میشه. یعنی ما نمیتونیم اینو بشماریم موقع اجرا، مانند ریز در موسیقی ایرانی. خب برای تمرین تریل از همون تکنیکی که برای تمرین ترمولو استفاده میکردیم در واقع استفاده میکنیم. این تمرین به این صورت بود که ما ترمولوها رو به صورت یه خطی، دو خطی و سه خطی داشتیم که مثلا نوت سیاه اگه یه خط میاد روش دو تا چنگ مینواختیم، یا اگه دو تا خط میومد به صورت چهار تا دولا چنگ مینواختیم. تریل رو هم میتونیم بیاریم یه ذره این تقسیماتی که درش انجام میشه رو کمی درشت‌تر بکنیم. یعنی مثلا اگر روی نوت سیاهی یک تریل قرار گرفته، لازم است که خورد کنیم به چهار لا چنگ تو همون مرحله اول. این رو خورد میکنیم مثلا به چهار تا دو لا چنگ یا به هشت تا سه لا چنگ. در درس 71 اولین میزان یک دو سفید داریم که باید ترمولو بنوازیم یا ریز. خب ما این رو میایم مثل قبل دوباره ترمولو میکنیم. یعنی دوی سفید رو من اگه یه خط روش بذارم میشه دو تا سیاه، دو خط بذارم میشه چهار تا چنگ، سه تا خط بذارم میشه هشت و دو لا چنگ و چهار خط برای ترمولو میشه در واقع 16 تا سه لا چنگ. ما میخوایم اینو خورد کنیم به 16 تا سه لا چنگ. یعنی بزنیم دو 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 دو. خب حالا نوت بعدیش که سی هست و تریل روش اومده، این نوت سی رو به این صورت باید تفسیر کنیم و بنوازیم سی دو 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 به این صورت. یعنی 16 تا سی دو سی دو ما اجرا میکنیم. در میزان هشتم یک چنگی داریم که بالاش یک علامت تریل و بالای تریل یک بمول گذاشته. خب این چنگ رو میتونیم به چهار تا سلا چنگ خورد کنیم، چون داریم تقسیماتمون رو به صورت سلا چنگ انجام میدیم، اینم سلا چنگ میکنیم و میشه چهار تا سلا چنگ. پس میشه لا سی لا سی لا سی لا سی سول. یعنی پا که میاد پایین لا سی لا سی چهار تا، پا که میره بالا میشه سول لا سی لا سی سول. بعد دقت کنیم بالای تریل علامت بمول گذاشته، یعنی ما باید به سی بمول بزنیم نه سی به کار می. خب حالا من این درس رو با مترونوم به همین صورت خورد شده روی سلا چنگ میخونم و به همین شکلم اجراش میکنیم. مترونوم ما سرعتش هست 40، سیاه مساوی است با 40. حالا اینجا میخوایم در واقع تقسیم کنیم نوتا رو به سلا چنگ. نوت اول سفید هست، به این صورت تقسیم شد دو 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 یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت. خب نوت بعدی که تریل هست به این صورت باید بخونید سی دو 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 سی سکوت لا سی 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 لا دو 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 سی 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 سکوت لا سی 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 لا سکوت
سولا 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 سول سکوت لا سی لا سی سول فا می فا سولا سولا فا می ری می سولا سولا فا می فا سو فا سو می ری می فا می فا ری دو سی لا سی ری دو سکوت. اجرای درس 71 فقط قبل از اینکه اجرا کنم این تریل رو به شما نشون میدم که به چه شکلی است. مثلا اینجا بالای نوت سی تریل آورده. خب ما باید انگشت یکیمون رو روی سی قرار بدیم و با انگشت دو به نوت دو بزنیم که فاصله دوم هست نسبت به سی. روی سی راست، روی دو چپ. وقتی این سرعتی پیدا کنه همانند ریز به این صورت میتونه رو هر نوتی باشه، مثلا اگه لا باشه به فاصله دومش، حالا فاصله دوم میتونه سی به کار باشه، سی کرون یا سی بمول، همه اینا تریل محسوب میشه. ببین به سی بمول، به سی به کار، حالا یا به سی کرون. در واقع ما تریل رو میتونیم با انگشتای دیگه هم بزنیم، یعنی دو به سه یا دو به چهار به این صورت، یا دو به چهار. کلن اگر یک نوتی به فاصله دوم خودش اشاره کنه و این کار رو به صورت متناوب ما انجام بدیم به این میگیم تریل. در پوزیسیون های مختلف پس میتونیم با انگوش گذاری متفاوتی این کار رو انجام بدیم. در این درس هم خب از انگوش گذاری های مختلفی استفاده کرده که این تمرین خوبیه برای دست شما. باید بدونید که تکنیک تریل خیلی میتونه مناسب باشه برای گرم کردن انگشتا و برای ارتقای بخشی از توانایی نوازندگی شما. یعنی اینکه شما اگر این تریل ها رو در یک تایم طولانی تکرار کنی، عضلات پشت دستتون که مربوط به انگشتاتون میشه اینا همه تقویت میشه به این صورت. یعنی توی تکرار زیادی ما مثلا بزنیم ریمی ریمی، در صورتی که انگشتامون هم روی این پرده ها نگه داشتیم، یا بزنیم مثلا میفا. وقتی اینو توی تعداد زیادی انجام بدیم، مثلا می به فا رو 200 بار 300 بار هی بزنیم و انگشت یکمون هم البته باید در پوزیسیون باشه اینجا، یا اگر خواستیم یک رو به دو بزنیم انگشت سمون رو به فا باشه. در این حال کنار تمرین تریل رابمون هم داره راست و چپ رو تمرین میکنه همانند تریمولو. اینجا در واقع با یک تیر دو نشون میزنین، هم دست چپتون رو دارین ارتقا میدین و هم مزرابتون. این تریل ها رو بزنید در پوزیسیون های مختلف، مثلا پوزیسیون اول، پوزیسیون دوم، سوم، الی آخر، و در وضعیت های مختلف، مثلا ری می به مول فا، تو این وضعیت تریل تمرین کنید. ری به می، می به فا، ری به می کرون، می کرون به فا دیز. در واقع همین وضعیت های مختلف پوزیسیون ها بخش های مختلفی از در واقع دست شما و عضلات دست شما رو داره ارتقا میده. پس سعی کنید در تمام پوزیسیون ها و وضعیت های مختلفی که میتونن داشته باشن رو تمرین کنید. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. قبلا گفتم جایی که در واقع چنگ داشتیم خوردش کردیم به سه تا سلا چنگ، یعنی لا سی لا سی سول که به سی به مول میزنه. انگشت گذاری دقت کنید، انگشت دو میاد رو فا فا می فا سولا سولا فا. اینجا من از انگشت چهارم استفاده میکنم در پوزیسیون دوم وقتی لا به کار هست. ببینید می ره می لا
انگشت دو میاد رو سول به این صورت. این دور هم میتونین با انگشت سوم بگین یا دست باز.